پس از کابل و بامیان، سومین نانوایی خیریه از سوی انجمن اجتماعی امید در شهر نیلی مرکز ولایت دایکندی افتتاح گردید. غلام نبی احمدی مسئول دفتر کابل این انجمن گفت این نانوایی روزانه حدود 300 نان را برای 30 فامیل نیازمند در نیلی به گونه رایگان توزیع می‌کند. او افزود مستحقین از طریق سروی خانه به خانه شناسایی گردیده و برای هر فامیل بیشتر از 10 نان توزیع نخواهد شد. وی بیان داشت مسئول درجه اول انجمن اجتماعی امید شخص به نام محمد امین محمدی بوده که فعلا در کانادا مستقر است. در روز سی فامیل برای سی فامیل روزی ده دوست ده تا نو ده نان توزیع می شود و این محتاجین و نیازمندا طبق اعلانی که دوستان همکارای ما در دایکندی داشتن اینا اول با نماینده ها و شوراهای محل از اونا متقاضی شدن درخواست شدن و بعد از سروی و اطمینان کامل از مستحقودن از اونا شامل لیست شدن. با وجود حاکمیت فقر شدید در ولایت دایکندی میزان مستحقین در این ولایت زیاد است. در این برنامه نیز تعداد شکایت دارند که افراد مستحق در چنین برنامه ها در نظر گرفته نمی شوند. گلبیبی هستم، از قریه شیبرک ساحه چاردار میشینیم و از ما خود ما 4 ماه در پاکستان مهاجر بودیم، از مهاجر که آمدیم این حال ما این زمستون را در کارتن تر کردیم، در کفش پاره ما آتش کردیم تر کردیم. ما وضعیت این ساحه بر کل خراب است. موسسه ایبرور هیچ خبر نداره از مردمی از ما، موسسه کردیت خبر نداره، موسسه افغانیت می مورا در یک خانه در می دروازه را محکم میکنه لیست میکنه. نامشو چیه؟ آقا گل. از کجا هستین؟ این شیبرک ها اینجا نگدید کندلو نگودو مزید موسیسا نخوردیم. مالول هم هست مدرس چون میگردم مرا بلدگا یکشی تن بیدیا نخوردیم. مالول هستم از مالولی اشتالای. احمدی گفت این انجمن از سال 2016 در افغانستان ثبت راجستر گردیده و هدف از فعالیت آن ریشه‌کن کردن فقر مادی و معنوی می باشد. او در قسمت دیگر برنامه های این انجمن گفت بر علاوه کمک های غذایی و توزیع مواد سوختی، آنان از سال 2017 تا 2020 میلادی برای بیش از 3000 خانم در کابل کورس های خیاطی و سواد آموزی نیز دایر نموده و در کنار آن برای کودکان فقیر کورس های انگلیسی و کامپیوتر برگزار کرده است. برای ریشه‌کن کردن فقر مادی برای خانواده های نیازمند و فقیر کمک های غذایی را در نظر گرفت و برای ریشه‌کن کردن فقر معنوی برنامه های آموزشی را روی درس گرفت که از آن جمله می توان کورس های سواد آموزی را نام گرفت که ما از 2017 تا 2020 که آغاز دوران کرونا بود در حدود 3000 زن و دختران بازمانده از تحصیل به نعمت سواد آموزی بهره مند ساختیم. چند قبل این انجمن در بامیان نیز یک نانوایی خیریه را با همین ظرفیت ایجاد کرده بود.